أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. تقاضا کننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد. عذاب مخصوص کافران است و هیچ کس نمی تواند آن را دفع کند. از سوی خداوند ذی‌المعارج، خداوندی که فرشتگانش بر آسمان ها صعود و عروج می کنند. فرشتگان و روح، فرشته مقرب خداوند به سوی او عروج می کنند در آن روزی که مقدارش 50,000 سال است. صبر جمیل پیشه کن، زیرا آنها آن روز را دور می‌بینند، ما آن را نزدیک می‌بینیم. همان روز که آسمان همچون فلز گداخته می‌شود، کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود. هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی‌گیرد. آنها را نشانشان می‌دهند، ولی هر کس گرفتار کار خیشتن است. چنان است که گناهکار دوست می‌دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند، همسر و برادرش را، قبیله اش را که همیشه از او حمایت می‌کرد، همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش گردند. اما هرگز چنین نیست، شعله‌های سوزان آتش است، دست و پا و پوست سر را می کند و می برد. و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می زند، همچنین آنها که اموال را جمع و ذخیره کردند. یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است. هنگامی که بدی به او رسد بیتابی می کند، هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می شود. مگر نماز گزاران، آنها که نمازها را پیوسته به جا می آورند، آنها که در اموالشان حق معلومی است رای تقاضا کننده و محروم، و آنها که به روز جزا ایمان دارند، آنها که از عذاب پروردگارشان بیمناکند، را که هیچ کس از عذاب پروردگارش در امان نیست. آنها که دامان خیش را از بی عفتی حفظ می کنند، جز با همسران و کنیزان، چرا که در بهرهگیری از اینها مورد سرزنش نخواهند بود. هر کس جز اینها را طلب کند متجاوز است. آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند، آنها که به ادای شهادتشان قیام می نمایند، آنها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغهای بهشتی گرامی داشته می شوند. این کافران را چه می شود که با سرعت نزد تو می آیند، از راست و چپ گروه گروه و آرزوی بهشت دارند؟ آیا هر یک از آنها طمع دارد که او را در بهشت پر نعمت الهی وارد کنند؟ هرگز چنین نیست. ما آنها را از آنچه خودشان می دانند آفریده ایم. سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم جای آنان را به کسانی بدهیم که از آنها بهترند، و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد. آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا زمانی که روز موعود خود را ملاقات نمایند، آن روز که از قبرها به سرعت خارج می شوند، گویی به سوی بت‌ها می دوند، حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده و پرده ای از ذلت و خاری آنها را پوشانده است. این همان روزی است که به آنها وعده داده می شد.